روزهای شنبه و یک شنبه مرو رو افتاده نکرد. بازی های پریمیر لیگا، لا لیگا و سری ا خیلی پرجوش و خروش بودند. بارسلونا تا حال از مسی وابستگی دارد، اما یوونتوس باشد حتی رونالدو یورید دادن نتوانست. این و دیگر خبرها در برنامه امروزه. ولی پیش از سر کردن میخواهم سید ولی رحیموف را تبریک گویم که اولین شده با سوال ما جواب داد. اگر تو نسخه در ویدیو آینده ما افتی در کامنتری نویس خامس رادریگز در کدام از این دسته ها بازی نکرده است. چون همیشه سرپرست ویدیوهای ما یک ایکس میباشد، آنها با بسیار دسته ها و لیگا ها همکاری میکنند، مخصوصا با بارسلونا و چمپیونات ایتالیا. یک ایکس این کوفیسیانت های بلند و از هم مهم اعتمادناکی است. ابو پرماکودی ما باشد شما میتوانید تا 6500 روبل برای اولین پرداختتون تحفه گیرید. معلومات بیشتر در کامنتاریا. میلان روزهای نزدیک با حملگر شویدی زلات ایبراهیموویچ شرطنامه میبندد. طبق معلومات ها دسته میخواهد حملگر را 15 دکمبر به همگان پیشکش کند. در آن روز میلان 120 سالگی اش را جشن میگیرد. در دسته باوری دارند که مهر و محبت به میلان برای زلاتان از پول دیده مهمتر است و او روزی میشود به سانسی رو برگردد. دسته امید دارد که حملگر 38 ساله با پیشنهادی که میلان با او روانه میسازد جواب میدهد. لایک مون اگر برگشتن ایبراهیموویچ را به میلان انتظار باشی، اما باشد میگذاریم به خبرهای دیگر امروزه. اگر در گوگل کلمه مسی دپندنس یا جستجو کنیم، پس قریب 168000 نتیجه می براید که آنها توییت ها، ویدیو ها، خاطره ها، بلاگ ها، هشتگ ها و غیره می برایند. هر شخصی که زبان لاتینی را می داند، الکی می فهمد که معنای مسی دپندنس چیست، یعنی وابستگی مطلق از لیانل مسی. دیروز در واندا متروپولیتانو دیگو سیمیونی بوشوگیردونش بارسلونا را پذیرفت. برای همه دسته ها بازی سفری در مادرید دشوار است، حتی برای بارسلونا. همه شایدی آن شد که مادریدی ها به غلبه نزدیک بودند، اما لیانل مسی با یک گل زدهش قهرمانی بازی شد و کاتالونی ها با حساب مینیمالی 1-0 غلبه کردند. باز لیو، بله بله. والوردی همیشه مسی را در پرس کنفرانس ها تعریف میکند و بعضن وقت چونی به نظر میرسد که او مجبور یا از ترس این کار را میکند. اما در حقیقت مسی یگانه سببی است که والوردی هول هم از بارسلونا نرفته است. چطوره که در بلوگ قید کردیم، بارسلونا از مسی وابستگی کلان دارد و گل های لیانل بوزی بزبی بارسلونا را رو فقط روی پوش میکنند. و همچنین نباید سامی ترشتگن را فراموش کنیم، زیرا با هنری نوتکروی خودش قهرمانی نشان داده بسیار لحظه های خطرناک را نزد دروازه خود برطرف میکند. خلاصه دو بازینگر والوردی را نگذاشته ایستادند تا از کرسی ترنری بارسلونا به زمین زند. چنین حال در بازی دیروزه ضد اتلتیکو مادرید مشاهده شد. همچنین نباید اوید گریزمان فراموش کرد که او بعد از گذشتن به بارسلونا باری اول به میدان دسته پیشنه خود برگشت. مخلصان اتلتیکو الکی تا بازی در کوچه های مادرید در ورق نام گریزمان را نوشته خط زده بودند و در بالای ورق ها موشی ساخته گذاشتند. نو بسته از این حال گریزمان به سستف اساسی شامل شد و الکی در تمرین پیش از بازی همه مخلصان مادریدی از او ناراضگی بیان کرده هشتگ میکشیدند. در وقتی بازی نیز هر وقتی که تو به پای گریزمان میرسید مخلصان هشتگ میکشیدند و آنتوان امکان داشت به دروازه دسته پیشنهش گل زند، اما ضربه او بلندتر از دروازه رفت. به غیر از این حالت گریزی دیگر یگام امکانی گلزنی نداشت. خلاصه سه خولی مشکلی بارسلونا در مادرید. عین حال بارسا با داشتن 31 خول در جای اولی جدول لا لیگا قرار دارد. ریال نیز 31 خول دارد، اما از حساب تفاوت گلها در جای دوم است. یوونتوس گویا بهترین دسته چمپیونات ایتالیا است. تورینی ها در سری ا پیشصف جدول می باشند، اما موسم جوری آنها رقیبانشان را تنها با تفاوت یک یا دو گل شکست می دهند و خلاص. انا با ساسولا نیز یووه در میدان خود بازی سخت برگزار کرد. هرچند فوتبال بازان ساسولا یگان بار از تورینی ها خول نگرفته بودند و عموما سال گذشته با حساب 7-0 تارمار شده بودند، ولی در این بازی به این سلسله شکستهایشان نقطه گذاشته و با حساب 2-2 مساوی کردند. سببگاری مساوی جان لویجی بوفونی 41 ساله گردید که به جای دروازه‌بان اساسی وایسک شسنی به میدان برآمده بود. انا دروازه‌بان ساسولا استفانو توراتی 18 ساله باشد باری اول به میدان برآمده بود. توراتی در این بازی 7 سیو کرد و با دستش یوری داد که در تورین یک خول به دست آورد. بوفون باشد در لحظه گل یکم به بوری بازی کرد. گل دوم باشد از خطاگی او شد. حتی ماوریسیو ساری در این باره در پرس کنفرانس سخن کرد. بله، بوفون خطاگی دغل کرد و محض با همین سبب گل دوم به دروازه ما زده شد. ما بالای این مشکلی کار خواهیم کرد. اکنون باز توجه میکنیم به رفتی وخوری. یکی از لحظه اساسی این بازی گل رونالدو از پنالتی بود. هرچند این گل به یوونتوس غلبه نآورد، اما این گل یکم کریستیانو در یوونتوس در یک ماه اخیر بود. اخیراً مارتیو بازینگری پرتغالی در سری ا 30 اکتبر به دروازه جنوا گل زده بود. بعد از آن بازی دسته تورینی در چمپیونات ایتالیا و لیگ چمپیون ها دو بازیگی برگزار کرد که در یگان تای آنها کریستیانو مؤلف گل نشد.
بعد از گلی در انتظار رونالدو در یووه ترنری دست از ساری که همیشه از جراحت او خواتیر بود و این چیز رو برای ایواز کردن رونالدو به اونا میکرد در پریس کانفرنس چنین گفت: چنین به نظر می رسد که او از جراحت برقرار شده است. رونالدو نظر از دیگر بازی‌ها در این وخری خوبتر بازی کرد. مقصد نوبتی او باشد بازی‌های پیشتر خود را برقرار کردن است. هرچند ماوریسیو ساری از بازی رونالدو راضی بود، اما خود کریش در اینستاگرام خود حالتی برعکس را نشان داد. این نتیجه نیست که ما می‌خواستیم، اما خوب محنت خواهیم کرد تا به هدف‌های نو خود برسیم. دوستان، شما چه فکر دارید؟ نتیجه های بعدی رونالدو در یوویتس از سبب رفتن سینو سالش باشد یا اینکه این تنها موقتی است؟ شوقوار از فکرهای شما رو فهمیدند. کانال میدان تیجی شما رو دعوت میکند تا به کانال آبونه شوید، زنگوله رو زیر کنید و از همه مهم فوتبال رو دوست دارید. هر یک دقیقه، هر یک ثانیه و هر روز. تا بازدید.